26 خرداد 1306 در تهران به دنیا آمد. توران میرهادی مدرس و پژوهشگر ایرانی آلمانی بود که شورای کتاب کودک را پایه‌گذاری کرد و همچنین بنیانگذار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بود. توران میرهادی دوران کودکیش را با قصه های آلمانی مادرش در تهران گذراند و در تهران به مدرسه رفت. سال 1324 وارد دانشگاه تهران شد تا در رشته زیستشناسی تحصیل کند. اما آشنایی او با جبار باغچه‌بان و محمد باقر هوشیار استاد علوم پرورشی باعث تغییر رشته و تغییر مسیر زندگی توران شد. پاییز سال 1325 برای ادامه تحصیل وارد فرانسه می شود. تنها یک سال از جنگ جهانی دوم می گذرد و اروپا وضعیت سخت و نابسامانی دارد. به عضویت گروه های داوطلبانه برای بازسازی اروپای بعد از جنگ در می آید و در دانشگاه سوربن در رشته روانشناسی تربیتی پذیرفته می شود. پس از آموزش از اساتید مهمی مثل ژان پیاژه، ماریا مونتسوری و اووید دکوردی با کوله‌باری از تجربیات مهم و پر از امید به ایران باز می گردد. سال 1331 با سرگور جعفر وکیلی از اعضای حزب توده ازدواج می کند و فرزندی به نام پیروز به دنیا می آورد. پس از کودتای 28 مرداد جعفر وکیلی دستگیر و در تاریخ 17/8/1333 اعدام می شود. توران میرهادی بعد از انقلاب نامه های او را تحت عنوان نامه ها از زندان منتشر می کند. سال 1334 مهد کودکی تأسیس می کند و نامش را به یاد برادری که از دست داده فرهاد می گذارد. فخری گلستان به مدت یک سال در اداره این مهد کودک به او کمک می کند. محسن خمارلو از رفقای حزبی جعفر وکیلی نیز او را کمک و همراهی می کند و در سال 1336 دبستان فرهاد را تأسیس می کند و چندی بعد با محسن خمارلو ازدواج می کند و صاحب سه فرزند دیگر می شود. از مادرش یاد گرفته که غم‌های بزرگش را به کارهای بزرگی تبدیل کند. 26 مهر 1342 در شمال ایران بر اثر سیل پلی خراب می شود و به داخل رودخانه سقوط می کند. توران میرهادی و خانواده‌اش هم در حال گذر از روی این پل هستند. در این حادثه کاوه فرزند اول توران و محسن از دنیا می رود. مرگ فرزندش غم بزرگی بود که باید به کار بزرگی تبدیل می شد. سال 1350 مدرسه راهنمایی فرهاد را تأسیس می کند و تا سال 1356 بیش از 1200 دانش آموز را در مدرسه پذیرفته است. مدرسه فرهاد تنها مدرسه ایرانی بود که بر پایه متد و اصول تربیتی مدرن و متفاوتی اداره می شد. با همراهی چند تن از همکارانش طرح ایجاد کانون پرورشی فکری کودکان را تا مرحله نهایی پیگیری و اجرا کرد. از اعضای هیئت داوری جایزه هانس کریستیان اندرسون بود. بعد از انقلاب در سال 1358 او را بازنشسته می کنند و مدیریت مدرسه فرهاد را از او می گیرند. همسرش فوت می کند. با همراهی یارانی چون نوشافرین انصاری، ایرج جهانشاهی و ایران گرگین شروع به تعریف و تهیه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان می کند. تا به امروز 18 جلد از این فرهنگنامه منتشر شده. توران میرهادی 18 آبان 1395 در اثر سکته مغزی درگذشت و شورای کتاب کانون پرورشی فکری فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ده ها جلد کتاب و گفتگو و مهمتر از همه عشقی که به تمام کودکان سرزمینش داشت را از خود به جای گذاشت.